زوزه های دیکتاتوری آخوندی از افشای جهانی برنامه تسلیحات اتمی رژیم و اعتبار بین و مقاومت ایران ارگان دبیر مسلحت نظام مجاهدین بیشتر از دیپلومات های ما در میان سیاستمداران اروپایی نفوذ دارند ارگان پاستار رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام و سرکرده پیشین سپاه پاسداران در سلسله مطالبی درباره انزوای بین و رژیم و تأثیرات فعالیت جهانی مجاهدین و مقاومت ایران نوشت دستگاه های دیپلماسی کشور می برای توازن قوا از اروپایی ها در مسائل منطقه‌ای و جهانی به سود منافع نظام بهره گیرند با وجود این مجاهدین بیشتر از دیپلمات‌های های ما در میان سیاستمداران اروپایی نفوذ دارند پس از روی کار آمدن دولت خاتمی وزرای اتحادیه اروپا علاقمندی خود را در ایجاد روابط نشان دادند این دوران دوران خوبی بود و ما شاهد گفتگوهای مفصل سیاسی و نیز افزایش همکاری ها بودیم در این میان ناگهان موضوع هستهی پس از سفر آقای البرادهی به نتنز پدید آمد جامعه جهانی از پیشرفت پرونده نظام بسیار شوکه شد و گمان نمی کرد نظام تا این اندازه در بحث هستهی پیشرفت کرده باشد موضوع هستهی آغاز دوره جدید تنش در روابط با اتحادیه اروپا بود پس از اینکه گزارش ایران به آژانس بینومللی اتمی رفت ما شاهد ادامه روابط نظام با اتحادیه اروپا بودیم هدف این بود که پرونده هسته در سطح اتحادیه اروپا حل شود در این مقطع پرونده هسته به شورای امنیت نرفته بود و بیانیه سعدآباد با اروپایی ها امضا شد که سرانجام به دلیل زیاد خواهی اروپایی ها روند حل موضوع هسته شکست خورد روابط نظام با اروپا از آن زمان نزدیک به نه سال عملا در گروه پرونده هسته قرار گرفت به این ترتیب روابط ایران و اروپا در دیگر مسائل حتی روابط دیپلماتیک و تجاری به شدت کاهش پیدا کرد و روابط از دوران خوش خود خارج شده و دوباره ما وارد مقطعی از کاهش روابط شدیم چیزی که میخواهیم بگوییم این است که منافع ما با اروپایی ها زیاد است ما باید از چرخه اقتصاد علیه اروپا بهره گیریم ولی متاسفانه این برعکس شده و آنها این چرخه را علیه ما به کار می گیرن. سازمان مجاهدین می تواند در اتحادیه اروپا سخنرانی کند و نفوذ کرده و تأثیر گذار باشد در حالی که دیپلمات‌های های ما این قدرت را ندارند.